انحلال پذیری مواد در آب. گفتیم آب به عنوان مهمترین حلال روی کره خاکی استفاده میشه. خیلی از مواد رو میتونه داخل خودش حل کنه. حالا گفتیم بعضی مواد به مقدار خیلی کم جزئی، اما بعضی مواد هم میتونه به مقدار خیلی زیادی داخل خودش حل کنه. مثلا نمونهش گفتیم اتانول، ماده‌ای که به مقدار خیلی زیادی توی آب حل میشه. حد نداره، قابل امتزاج. یعنی شما میتونید توی 100 گرم آب 200 گرم اتانول حل کنید. حالا ما می یه تعریفی در نظر میگیریم برای انحلال پذیری یا قابلیت انحلال که با یه عدد مشخص میشه که نشون دهنده مقدار اون ماده حل شونده در 100 گرم آب یا حلال خواهد بود. دقت کنید، انحلال پذیری مواد در آب تعریفش رو می‌خوام در نظر بگیریم. میگیم معمولاً بیشترین مقدار از یک ماده که در دمای معین در 100 گرم آب حل میشه و یک محلول سیر شده رو به وجود میاره، به این تعریف با این مقدار میگیم انحلال پذیری یا قابلیت انحلال. که ما تو این تعریف باید گفتیم چند تا کلمه کلیدی رو در نظر داشته باشیم. باید در نظر بگیریم که بیشترین مقدار از یک ماده‌ای که در 100 گرم آب در دمای معین حل میشه و یک محلول سیر شده رو به وجود میاره. اگه غیر از این باشه ما نمیتونیم اون عدد رو به عنوان مقدار انحلال پذیری یا قابلیت انحلال در نظر بگیریم. میدونید که در دمای یکسان میزان حل شدن مواد مختلف در آب متفاوته. یعنی هر ماده‌ای با توجه به قدرت انحلال پذیریش در دمای یکسان میتونه به مقدار کم یا زیادی در آب حل بشه. اینطور نیست که بگیم در دمای یکسان همه مواد به مقدار یکسان و برابری میتونن توی 100 گرم آب حل بشن. پس چون این مقدار متفاوته به اون مقدار به دست اومده یا اون عدد به دست اومده میگیم انحلال پذیری یا قابلیت انحلال. تقسیم بندی مواد بر اساس انحلال پذیری با توجه به مقدار ماده که توی آب حل میشه ما میتونیم محلول هامون رو تقسیم بندی کنیم یا انحلال پذیریش رو در نظر بگیریم به عنوان محلول، کم محلول یا نامحلول. اگر مقدار ماده حل شده توی 100 گرم آب خیلی ناچیز باشه میشه نامحلول، اگر مقدار معمولی باشه میشه کم محلول، اگر مقدار زیادی توی آب حل بشه دسته محلول ها رو خواهیم داشت که تعریفش به صورت جداگانه براتون در نظر میگیریم. دقت کنید، تعریف محلول، میخوام ببینیم به چه مقدار ماده ای یا چه مقدار حلالی میتونیم محلول در نظر بگیریم، کم محلول یا نامحلول. دقت کنید، موادی که انحلال پذیری آنها بیش از 1 گرم در 100 گرم آب باشه بهشون میگیم چی؟ محلول. پس اگر بیش از 1 گرم در 100 گرم حلال حل شد اون دسته رو، اون تقسیم بندی انحلال پذیری رو به عنوان محلول در نظر میگیریم. به عنوان مثال مانند متانول، اتانول، HCl، شکر، پتاسیم نیترات، مثل دو نیترات. اینا موادی هستن که در 100 گرم آب بیش از 1 گرم حل میشن و اینا جزء مهمترین محلول های ما خواهم بود. دقت کنید، کم محلول، موادی که انحلال پذیری آنها بین 1 تا 1/100 گرم ماده حل شونده در 100 گرم حلال میشه. یعنی اگر در 100 گرم آب در دمای مشخص بین 1 تا 1/100 گرم از ماده حل بشه به اون محلول به وجود اومده میگیم، اون مخلوط به وجود اومده میگیم کم محلول. دقت کنیم، به عنوان مثال هگزانول، کلسیوم سولفات، مثل دو استات، اینا جزء دسته‌بندی کم محلول های ما خواهم بود. اما دسته سوم نامحلول، موادی که انحلال پذیری آنها کمتر از 1/100 گرم در 100 گرم حلال خواهد بود. یعنی اگه در 100 گرم آب به عنوان مثال از ماده کمتر از 1/100 گرم حل بشه جزء نامحلول ها خواهم بود. دقت کنید، به مثال باریوم سولفات، نقره کلورید، سرب دو یودید، مثل دو هیدروکسید، اینا جزء نامحلول های ما هستن. یعنی در 100 گرم آب به مقدار خیلی خیلی ناچیزی حل میشن و در کل به عنوان نامحلول حساب خواهند شد. نکته، بعضی مواد به هر نسبتی در آب حل میشوند، به بیان دیگر با آب قابل امتزاج هستند، یعنی انحلال پذیری نامعینی دارند. یعنی میتونیم در 100 گرم آب مقدار بیشتر از 100 از یک ماده حل شونده مثل استون، مثل اتانول توی آب حل کنیم. دقت کنیم، به مثال مثال های مثل متانول، اتانول، استون، فرمیک اسید، استیک اسید، اینا موادی هستن که به مقدار خیلی زیادی در آب حل میشن. یعنی حدی وجود نداره براشون، عددی نمیتونیم براشون در نظر بگیریم، به مقدار خیلی زیادی میتونیم توی 100 گرم آب حل کنیم. دقت کنید،
انحلال پذیری برخی ترکیب‌های شیمیایی در آب در دمای 20 درجه. خب ما 100 گرم آب در دمای 20 درجه داریم. می‌خوام ببینیم از مواد مختلف چه مقدار، یعنی چند گرم از اونها توی آب حل میشه. مثلا اگه دقت کنید متانول و اتانول میگیم به هر نسبتی قابل امتزاج هستن، یعنی حد ندارن، به هر نسبتی میتونن توی آب حل بشن. شکر یا ساکاروز 205 گرم، یعنی در 100 گرم آب 205 گرم شکر میتونیم حل کنیم. یک هگزانول 59 صدم گرم. نقره کلورید کمتر از 0.2 گرم. هیدروژن کلورید 63 گرم. کلسیم سولفات 21 صدم گرم. باریوم سولفات کمتر از 0.3 گرم. پتاسیم نیترات 34 گرم. پس با توجه به جدول داده شده مشخص شد در 100 گرم آب مقدار مواد مختلف در دمای یکسان متفاوت توی آب حل خواهد شد. مثال: با توجه به داده های جدول قبل به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید. آ: انحلال پذیری برای کدام ترکیب ها از 1 گرم حل شونده در 100 گرم آب بیشتر خواهد بود؟ دقت کنید به پاسخ. خب با توجه به جدولی که الان داشتیم تو اسلاید قبلی که مقدار انحلال پذیری مواد در 100 گرم آب 20 درجه رو دونه دونه مشخص کرده بود، میخوایم اینجا رو جوابش رو مشخص کنیم. میخوایم ببینیم با توجه به اون جدول کدوم یکی از مواد بیش از 1 گرم دونه حل شده. دقت کنید: متانول، اتانول، شکر، هیدروژن کلورید و پتاسیم نیترات در 100 گرم آب 20 درجه بیش از 1 گرم حل شده بودن و اینا میتونن جزء دسته محلول های ما باشن. مثال بعدی: ب: انحلال پذیری برای کدام ترکیب ها از 100 گرم حل شونده در 100 گرم آب کمتر است؟ دقت کنید به پاسخ. نقره کلورید و باریوم سولفات مقدارشون از 100 گرم کمتر بود، یعنی در 100 گرم آب 20 درجه کمتر از 100 گرم از این مواد توی آب حل خواهد شد. قسمت بعدی: پ: انحلال پذیری کدام ترکیب ها بین 100 تا 1 گرم حل شونده در 100 گرم آب؟ دقت کنید به پاسخ. موادی مثل یک هگزانول و کلسیم سولفات مقدار انحلال پذیریشون بین 100 تا 1 گرم بود در 100 گرم آب 20 درجه. قسمت بعدی: ت: اگر بخوایم هر یک از موارد آ، ب و پ را به عنوان‌های نامحلول، کم محلول و محلول دسته‌بندی کنیم، در این صورت کدام نام را به کدام موارد آ تا پ نسبت می‌دهید؟ دقت کنیم به پاسخ. خب قسمت آ چون بیش از 1 گرم ماده حل شونده در 100 گرم آب بود و به عنوان محلول در نظر گرفته میشه. قسمت ب چون مقدار انحلال پذیری کمتر از 100 گرم بود جزء دسته نامحلول های ما حساب خواهند شد. قسمت پ انحلال پذیری بین 100 تا 1 گرم در نظر گرفته شده بود که اونا رو به عنوان کم محلول در نظر خواهیم گرفت. بریم سراغ نکته بعدی. هرگاه یک ماده در یک حلال حل شود میگوییم که آن ماده در حلال منظر محلول خواهد بود. اگر ماده منظر در اون حلال حل نشود میگیم نامحلول. اما در نظر بگیریم ما نامحلول کلی نداریم، میگیم موادی که نامحلول هستن باز به مقدار خیلی کم و مقدار خیلی جزئی در آب میتونن حل بشن. برای مثال دقت کنید به باریوم سولفات که جزء دسته نامحلول های ما حساب میشه، اما میدونیم همین ماده نامحلول به مقدار 2.4 ضرب در تا منفی 4 گرم در 100 گرم آب در دمای 20 درجه حل میشه. اما چون این مقدار خیلی کم و ناچیزه ما این رو به عنوان نامحلول در نظر خواهیم گرفت. دقت کنین انحلال پذیری که میخوایم در نظر داشته باشیم میگیم دو دستن. حالا انحلال های ما یا گرماگیرن یا گرماده. میگیم در انحلال های گرماگیر ضمن حل شدن آن ماده در آب دمای محلول کاهش پیدا میکنه. چرا؟ چون انحلال گرماگیره، احتیاج به گرما داره. گرماش از کجا میگیره؟ از محیط خودش، از اطراف خودش میگیره. پس نتیجه میگیریم انحلال اگر گرماگیر باشه با گذشت زمان دمای محلول کاهش پیدا میکنه. حالا نکته کلی در مورد انحلال های گرماگیر. در انحلال های گرماگیر دما با انحلال پذیری رابطهش مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی اگر دما افزایش پیدا کنه مقدار انحلال پذیری هم افزایش پیدا میکنه. اگر دمای محلول کاهش پیدا کنه انحلال پذیری هم کاهش پیدا خواهد کرد. پس نتیجه میگیریم که تغییرات دما با مقدار انحلال پذیری
در واکنش های گرماگیر رابطه مستقیم خواهد داشت. دقت کنید. به عنوان مثال سدیم نیترات، آمونیوم کلورید، سدیم استات، پتاسیم کلرات، پتاسیم دیکرومات، پتاسیم کلورید، پتاسیم نیترات، نقره نیترات، آمونیوم نیترات و بسیار از نمک های دیگر، اینا انحلالشون همیشه به صورت گرماگیره. وقتی این مواد در آب حل میشن، دمای آب و دمای محلول کاهش پیدا خواهد کرد، چون گفتیم اینا همشون انحلالشون گرماگیره.